به نام خالق خوبی ها و مهربانی ها، مسئول نگران قدر و عزیز سلام. امیدوارم در پناه خداوند مهربان سعادتمند باشیم. در جلسات قبلی فیزیولوژی که بخش الکتروکاردیوگرام شروع کردیم، ما با شما تاریخچه ECG، کاغذ ECG، امواج و قطعات ECG، لیدهای ECG، امواج دپولارایزشن و ریپولارایزشن و همچنین در مورد تعیین تعداد ضربان قلب از روی ECG خوانده. درس جدید فیزیولوژی قلبی و ای که میخونیم راجع به تعیین محور برقی قلب از روی الکتروکاردیوگرامه. قبل از اینکه روش‌های تعیین محور برقی قلب از روی الکتروکاردیوگرام بخونیم، لازمه که محور برقی قلب از نظر تعریف بشناسیم. محور برقی قلب میگیم سمت حرکت امپولس‌های برقی در جریان قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن در قلب نشان میده. نکات کلیدی که در این تعریف وجود داره اینه که یک، سمت حرکت امپولس‌ها نشان میده در جریان قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن، یعنی یک لحظه خاص در دپولاریزیشن نمیگیم، قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن، یعنی یک لحظه فکر کنیم که شاید به راست سیر داشته اما اکثریت اوقات به طرف چپ سیر داشته، پس میگیم سمت حرکت در اکثریت اوقات به طرف چپ بوده. شاید در یک لحظه کوتاه به سمت بالا، در لحظه دیگه به سمت پایین سیر، در لحظات دیگه قسمت اعظم اینو به سمت پایین سیر داشته. ما میگیم در اکثریت اوقات به سمت پایین بوده سمت حرکت امپولس های برقی در قلب. پس میگیم محور برقی قلب سمت حرکت امپولس های برقی در جریان قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن نشان میده. برای از اینکه این تعریف واضح تر بشه، در نظر بگیریم که این مدت زمانی باشه که به وسیله دپولاریزیشن در قلب در بر گرفته شده. یعنی مثلا دپولاریزیشن بوتینات 0.11 سکند وقت گرفته باشه که به مو QRS انترول گفتیم با نشان بده. و از نظر زمانی همین 0.11 ثانیه رو در نظر بگیریم که به 3 قطعه مجزا باشه. زمان 1 یا لحظه 1، لحظه 2 و لحظه 3، همین کل پروسه دپولاریزیشن بوتینات ما به 3 لحظه در نظر گرفتیم، لحظه 1، لحظه 2 و لحظه 3. میفهمیم وقتی که دپولاریزیشن در حال اتفاق، جریان های در قلب برقرار میشه. این جریان ها همونطور که در درس قبلی که راجع به دپولاریزیشن و ریپولاریزیشن بود گفتیم، این جریان ها از نهی منفی به نه طرف نهی مثبت برقرار میشه و نوک وکتور همیشه متوجه به طرف نهی مثبت. در همین لحظه یک وقت دپولاریزیشن در حال اتفاق، جریان های کوچکی به این ترتیب برقرار میشن از طرف از نهی منفی به طرف نهی مثبت و وکتورهای کوچک ایجاد میکنن که میگیم وکتورهای لحظه‌ای، که میگیم وکتورهای لحظه‌ای. هر کدوم از اینا یک وکتور لحظه‌ای و به همین ترتیب در لحظه دو هم جریان های کوچکی برقرار میشم که وکتورهای لحظه‌ای در همون لحظه دو باشم اینا وکتورهای لحظه‌ای در این لحظه دو باشم و به این ترتیب در لحظه سه هم وکتورهای برقرار میشم و اینا هم وکتورهای لحظه‌ای در لحظه سه باشه. حالا اگه ما بیایم از این وکتورهای لحظه‌ای متوسط بگیریم،
فکر کنیم که در همی لحظه یک متوسط همی وکتورهای لحظه ای یا محصله از این وکتورهای لحظه ای به این ترتیب وکتور شده باشه، محصله از این پنج وکتور، و به می ترتیب محصله از این پنج وکتور هم ای شکل وکتور شده باشه و محصله از این پنج وکتور هم ای تا وکتور شده باشه. این وکتورهای سرخ میگیم وکتور متوسط لحظه ای، یعنی در لحظه یک درسته که جریان های به جهات مختلف برقرار می شدم، اما متوسط از اینا یا محصله از اینا ای وکتور بوده. محصله یا متوسط وکتورهای کوچک که در لحظه دو ایجاد می شدم یا ای وکتور بوده، وکتور سرخ، یا وکتور متوسط لحظه ای لحظه دو همی وکتور سرخ بوده و لحظه سه هم ای وکتور. حالا اگه باز از این سه وکتور سرخ که در لحظات مختلف ایجاد شده ما یک محصله بگیریم و محصله از این سه وکتور سرخ به ای شکل شده باشه، ما همیر میگیم محور برقی قلب. همین محصله وکتوری که از محصله سه وکتور متوسط لحظه ای همیر میگیم محور برقی قلب. لحظه یک داشتیم به ای جهت بود، عمدتاً لحظه دو به ای جهت بود و لحظه سه به ای جهت. خب هر کدوم از اینا زمان لحظه از دپولارایزشنش نشون میدادم و ای وکتور، وکتور سبزی که به دست آوردیم، سمت حرکت ایمپولس ها در جریان قسمت اعظم پروسه دپولارایزشن نشون میده. یعنی درسته که در هر لحظه به جهت خاصی سیر میکرده، اما در اکثریت اوقات دپولارایزشن به همی جهت که به سمت پایین و چپ باشه سیر میکرده. امیر میگه محور برقی قلب. اهمیت از این چیه؟ اهمیت از اینه که شما مثلا در نظر بگیریم که ای یک قلب نرمال از نظر ضخامت عضله قلبی باشه، یک جدار بوتینات رو نشون بده که از نظر ضخامت عضله خوب به این حالت باشه و دپولاریزیشن همین قلب به این ترتیب محور برقی قلبی ایجاد کنه. خب دپولاریزیشن همی قلب به این ترتیب محور برقی قلب با همو خصوصیت حدود مثبت 59 درجه که محور برقی قلب باشه ایجاد کنه. حالا اگه همی قلب دچار هایپرتروفی باشه، مثلا این طرف بوتین، مثلا بوتین چپ به دارای هایپرتروفی کنه، زخیم بشه، واضحه که وقت دپولارایزشن در حال اجرای دپولارایزشن اتفاق میفته، در جریان قسمت اعظم پروسه دپولارایزشن سمت حرکت امپولس ها به طرف همین ناحیه هایپرتروفی، چون همین ناحیه هایپرتروفی دپولارایزشن از این وقت بیشتری در بر میگیره و محور میبینیم منحرف میشه به طرف بالا و چپ. برعکس از این، اگه حالت باشه که مثلا طرف راست دچار هایپرتروفی بشه، یعنی طرف راست قلب هایپرتروفی کنه، واضحه که وقت دپولارایزشن در حال اجرای در جریان قسمت اعظم پروسه دپولارایزشن سمت حرکت امپولس ها به طرف راست میشه و محور برقی قلب تعیین میکنه. یک مثالی از دلایلی بود که میتونست محور برقی قلب تعیین کنه. پس تعیین محور برقی قلب بار میتونه رهنمایی کنه به اینکه یک پروسه پاتولوژیکی که باعث تغییر جهت حرکت امپولس ها در قلب شده وجود داره یا نه. خب
اینجا هم گپا پس دوباره تکرار میکنیم، اینا وکتورهای لحظه ای هم که در یک لحظه دپولاریزیشن وکتورهای سی ایجاد شده و ای به یک وکتور متوسط لحظه ای. بعد اینا چهار تا وکتور، سه تا وکتور متوسط لحظه ای هم که محصله از این سه وکتور متوسط لحظه ای وکتور زرد شده، و همی وکتور زرد ما میگیم محور برقی قلب یا محصله وکتورهای متوسط لحظه. محدوده طبیعی محور برقی قلب در رفرنس های مختلف به اشکال مختلفی آمده. بعضی کتاب محدوده 0 تا مثبت 90 نرمال در نظر میگیرم، یعنی وقتی محور برقی قلب در محدوده 0 تا مثبت 90 درجه باشه میگیم نرمال اکسس وجود داره، در صورتی که محور برقی قلب در محدوده 0 تا منفی 90 بود میگیم لفت اکسس دیویشن وجود داره، در صورتی که در محدوده مثبت 90 تا منفی 180 درجه یا مثبت 90 تا مثبت 180 درجه بود میگیم رایت اکسس دیویشن وجود داره، و در صورتی که در این ربع قرار داشت که منفی 90 تا منفی 180 بود میگیم اکستریم رایت اکسس دیویشن وجود داره یا انحراف شدید محور برقی قلب به طرف راست. این نامگذاری اعداد و ارقام ما با شما به مبحث لیدهای الکتروکاردیوگرافیک خوندیم که یک دایره در اطراف قلب در نظر میگیریم که توسط محور لیدهای شیشگانه اندام ها ایجاد میشه، و درجه بندی هم طوری بود که با محور لید یک کاملا افقی بود و به طرف چپ قرار داشت محور از عدد صفر شروع می شد، موافق عقربه ساعت مثبت درجه بندی می کردیم و مخالف عقربه ساعت منفی. در بعض دیگه کتاب ها محدوده محور طبیعی قلب و محور طبیعی برقی در قلب منفی 30 تا مثبت 90 درجه در نظر می گیرم، یعنی در این محدوده اگه قرار داشت نرمال اکسیزه منفی 30 تا منفی 90 لفت اکسس دیویشن، مثبت 90 تا مثبت 180 رایت اکسس دیویشن، و محدوده منفی 90 تا منفی 180 دارم که اکستریم رایت اکسس دیویشن در نظر میگیرم. بعضی دیگه کتاب ها که جمله در نوت ما و شما هم همین نوشته شده محدوده منفی 30 تا مثبت 100 درجه نرمال میگیرم، یعنی اگر محور برقی قلب در این محدوده ها باشه نرماله، از منفی 30 تا منفی 90 لفت اکسیس دیویشن، مثبت 110 تا مثبت 180 رایت اکسیس دیویشن، و منفی 90 تا منفی 180 اکستریم اکسیس دیویشن. که در حالت عادی در اکثریت اشخاص محور برقی قلب در همو نزدیکای مثبت 59 درجه قرار داره، ولی همین محدوده هایی که ما شما گفتیم 0 تا 90 منفی 30 تا مثبت 110 اینو میتونه طبیعی در نظر گرفته شه. برای از اینکه کار ما شما آسان تر بشه ما همین دایره که در اطراف قلب در نظر میگیریم برای تعیین محور برقی قلب این به 4 کوادرانت تقسیم بکنیم، و مثل که همی حالت بود به 4 کوادرانت تقسیم بکنیم. برای آسونی کار این کوادرانت 0 تا 90 نرمال در نظر میگیریم، کوادرانت 0 تا منفی 90 لفت اکسیس دیویشن در نظر میگیریم، مثبت 90 تا 180 درجه رایت اکسیس دیویشن، و منفی 90 تا منفی 180 درم اکستریم رایت اکسیس دیویشن. از این بعد اگه گفتیم نرمال اکسس وجود داره یعنی 0 تا 90، اگه گفتیم لفت وجود داره یعنی در یه محدوده من 0 تا منفی 90، اگه گفتیم رایت اکسس دیویشن وجود داره
مثبت 90 تا مثبت 180، و اگر گفتیم اکستریم لایت اکسیس دیویشن وجود داره، یعنی به محدوده منفی 90 تا منفی 180. خب برای تعیین محور برقی قلب لازمه که ما محور لیدهای شیشگانه، لیدهای شیشگانه اندام هار که 1 2 3 AVR AVL و AVF باشه از بر داشته باشیم، به ذهن ما ثبت شده باشه که محور این لیدها چند درجه، و وقتی وکتورهایی که محور از این لیدها ایجاد میکنم کنار هم دیگر قرار میدیم طوری که این وکتورها از مرکز قلب عبور کنم، یک سیستم مرجع شش محوری به وجود میاد به اسم هکس اکسیال رفرنس سیستم که از این سیستم مرجع شش محوری ما استفاده میکنیم برای تعیین محور برقی قلب. سیستم مرجع شش محوری متشکل از محور لید 1، لید 2، لید 3، AVR، AVL و AVF. محور لید 1 گفتیم که 0 درجه، یعنی جایی که الکترود مثبت از این قرار داره، مثل از این فکر میکنیم که از همین نهیه ای به طرف قلب نگاه میکنه، یعنی کامری از این به همین نهیه گذاشته به طرف قلب نگاه میکنه. محور لید 2 مثبت 60 درجه بود، محور لید 3 مثبت 120 درجه، محور لید AVF مثبت 90 درجه بود، از AVL منفی 30 درجه و از AVR هم که منفی 150 درجه. بازم بگم برای تعیین محور برقی قلب باید محور از این لیدها از بر داشته باشیم، به ذهن ثبت شده باشه. دیگه ای که بفهمیم از بین ایلیت ها کدام از اینا با هم دیگر عمودن. هر کدام از این ایلیت ها میفهمیم که با درجه بندی های 30 درجه ای از هم دیگر جدا شدن. مثلا بین لید 1 و AVL منفی 30 درجه تفاوت وجود داره. بین لید 1 و نهایت منفی AVR ببینیم ای AVR که ای نهایت مثبت AVR نهایت منفی و به اینجیه، بین صفر و نهایت منفی از این هم بازم 30 درجه دیگه تفاوت وجود داره. بین نهایت منفی AVR و نهایت مثبت لید 2 هم 30 درجه تفاوت وجود داره. به این ترتیب میگیم که اینا با درجه بندی های 30 درجه ای از هم دیگر جدا شدن، و سه جور لید عمود بر هم داریم. لید های 2 و AVL 90 درجه از هم تفاوت دارم، لید های C و AVR و لید های 1 و AVL که ساده ترین از این از لید های عمود بر هم 1 و AVF که یک کاملا افقی و یک دیگه کاملا عمودی. پس هم لازمه که ما محور لید ها رو بشناسیم و همی که بفهمیم کدام لید ها و هم دیگر عموده. روش های متفاوتی برای تعیین محور برقی قلب وجود داره که ساده ترین از اینا روش چهارگانه، روش جمع الجبری با استفاده از لید عمود بر هم رو میخونیم و روش عمود رو میخونیم. ساده ترین از اینا گفتیم روش چهارگانه. در روش چهارگانه ما خیلی ساده میتونیم بگیم در ظرف یک چشم به هم زدن که محور برقی قلب در کدام یک از این ربع ها قرار داره. ما شما این ربع گفتیم ربع نورمال اکسس، درسته؟ این ربع گفتیم ربع لفت اکسس دیویشن، دیویژن دیویشن انحراف، دیویژن میفهم تقسیم معنی میده. لفت اکسس دیویشن این بود، رایت اکسس دیویشن و این ربع بالا این هم که بود اکستریم رایت اکسس دیویشن. گاهی اختار این اکستریم اکسس دیویشن هم میگن. خب در ظرف چند ثانیه با یک چشم به هم زدن میتونیم بگیم که محور در کدام یک از این ربع ها قرار داره. خب برای از این که با این روش ما محور برقی قلب تعیین کنیم لازمه که کامپلکس QRS در لیدهای 1 و AVF نگاه کنیم. لید 1 گفتم محور از کاملا افقی و 0 درجه بود و AVF هم کاملا عمودی و
مثبت 90 درجه بود. به لید یک نگاه میکنیم. اگه کمپلکس QRS در لید یک مثبت بود، به این معنا که وقتی که دپولاریزیشن اتفاق میفتاده، در جریان قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن سمت حرکت امپولس ها به طرف الکترود مثبت لید یک بوده، یعنی به این طرف بوده. وقتی امپولس ها و همو جریانات برقی در جریان پروسه دپولاریزیشن به طرف الکترود مثبت یک لید نزدیک بشم، اون لید امواج مثبت ثبت نکنه. حال ما وقتی به طرف لید یک سعی میکنیم، میبینیم که لید یک کمپلکس QRS مثبت ثبت کرده که میبینیم کاملا مثبته. حتی اگه به این حالت هم باشه کمپلکس QRS، از اینکه بخش اعظم کمپلکس QRS مثبت باشه، میگیم که یک کمپلکس QRS مثبت. خب پس کمپلکس QRS در لید یک مثبته، به این معنی که در جریان پروسه دپولاریزیشن امواج عمدتا به طرف الکترود مثبت از این سیر میکردن، یعنی به این ساحه سیر میکردن امواج. به طرف لید AVF هم میبینیم، اگر کمپلکس QRS در لید AVF هم مثبت باشه، به این معنی که در جریان قسمت اعظم پروسه دپولاریزیشن امواج به طرف الکترود مثبت AVF هم سیر میکردم، که الکترود مثبت AVF هم میفهم به طرف پایین مثبت 90 درجه وقتی به این طرف سیر میکردم، به این معنی که این دو ساحل در بر میگرفته. حال امواج هم به طرف چپ سیر میکردم هم به طرف پایین، که از بین عزیز کوادرانتی که ما شما رنگ کرده بودیم، کوادرانتی که هم به طرف پایین باشه و هم چپ باشه ایمش، که این کوادرانت ما شما به اسم کوادرانت نورمال اکسس میشناختیم. پس اگر در لید یک هم ای وی اف مثبت بود، در لید ای وی اف هم مثبت بود کمپلکس QRS، دوباره میگیم همیر، اگر در لید یک هم کمپلکس QRS مثبت بود، در لید AVF هم کمپلکس QRS مثبت بود، پس محور برقی قلب در محدوده نورمال اکسس قرار داره. در حالت دیگه اگر کمپلکس QRS در لید یک مثبت بود، باز هم میگیم که امواج به طرف چپ سیر میکرده به طرف الکترود مثبت لید یک، و اگر در لید AVF منفی بود، که میبینیم کمپلکس QRS مثبت کوچک داره اما منفی زیاده، پس پتانسیل خالص از این که منفی و مثبت از هم دیگر کم کنیم میشه به طرف بالا، و از بین از این سه کوادرانت، کوادرانت که هم به طرف چپ باشه و هم به طرف بالا باشه، میشه ای کوادرانت لفت اکسس دیویشن. پس اگر QRS در لید یک مثبت و در AVF منفی باشه، انحراف محور برقی قلب به طرف چپ وجود داره. حالت دیگه اینه که در لید یک مثبت، در لید یک منفی باشه، وقتی به لید یک منفی باشه کمپلکس QRS، به این معنی که امواج به طرف راست سیر میکردم. اگر در لید AVF مثبت باشه، به این معنی که امواج به طرف پایین سیر میکردم، و کوادرانت که طرف راست و پایینر شامل بشه، این کوادرانت میشه کوادرانت رایت اکسس دیویشن. اگر QRS در لید یک هم منفی باشه به طرف راست میفهمیم امواج سیر میکرده، در AVF هم منفی باشه به طرف بالا سیر میکرده. وقتی کمپلکس QRS در AVF منفی باشه، به معنی که امواج از الکترود مثبت AVF دور میشدن، به طرف بالا سیر میکردن. پس کوادرانت که هم طرف راست و هم طرف بالا رو شامل باشه میشه اکستریم رایت اکسس دیویشن. خب به این مثال نگاه کنیم. در لید یک عمدتاً منفی هم، چون بخش مثبت از این خودتر از بخش منفی هم، در حالی که در AVF مثبتن. در لید یک منفی بوده
به این طرف درسته، در لیده ای به اف مثبت بوده به این طرف. الکترود مثبت لیده ای به اف میفهم به مثبت 90 درجه، الکترود مثبت لیده یک به 0 درجه. وقتی به لید یک منفی بوده، یعنی از الکترود مثبت لید یک دور شده، به طرف راست رفته. وقتی به لید ای و اف مثبت بوده، لید ای و اف مثبت بوده، پس به طرف پین، یعنی به طرف الکترود مثبت ای و اف رفته، که میشه منفی در لید یک، مثبت در ای و اف، رایت اکسس دیویشن در او کوادرانت رایت اکسس دیویشن قرار میگیره. خب در یه میبینیم که در لید یک مثبته، پس به طرف الکترود مثبت لید یک. در ای و اف منفیه، پس به طرف از الکترود من مثبت لید یک ای و اف دور میشه به طرف بالا. دوباره میگیم در لید یک مثبته، به طرف الکترود مثبت لید یک. در ای و اف منفیه، از الکترود مثبت ای و اف دور میشه به طرف بالا میره. پس این میشه لفت اکسس دیویشن. در لید یک مثبت، در ای و اف منفی میشه لفت اکسس دیویشن. روش جمع الجبری با استفاده از دو لید عمود برهم. خب همونطور که میبینیم به این سلاید پنج مرحله یا پنج قدم نشون داده برای اینکه ما با این روش جمع الجبری محور برقی قلب تعیین کنیم. خب از روی از این سلاید نمیخونیم، مرحله به مرحله خود ما و شما پیش میریم و میگیم که دقیق ترین روش برای تعیین محور برقی قلب همین روش جمع الجبری. ابتدا دو لید عمود بر همه انتخاب میکنیم. خب گفتیم که لید یک و ای و اف با هم عمودن، لید دو و ای و ال با هم عمودن و لید سه و ای و ال. آسان ترین از اینا رو میفهمیم که همون لید یک و ای و اف، چون محور لید یک کاملا افقی و از ای و اف هم که کاملا عمودی بود، کار ما خیلی آسان میکنه به حساب خطکشی ها و اینا. پس دو لید عمود بر همه که انتخاب کردیم لید یک و ای و اف شد. گرچه تفاوت نمیکنه کدام یک انتخاب کنیم، اما آسان ترین از اینا گفتیم که همینه. بعد میایم به لید یک و ای و اف، پتانسیل خالص کمپلکس کیو آر اس در این لید ها پیدا میکنیم. لید ای و اف شد. پتانسیل خالص یعنی ای که جزء منفی کمپلکس کیارس از جزء مثبت کم میکنیم. خب اینجا میبینیم که جزء منفی کمپلکس کیارس یک مربعی خورده، در حالی که جزء مثبت از یک دو سه چهار پنج شش هفت، تقریباً هفت مربعی خورد. خب تقریباً هفت مربعی خورد این میشه و یکی. پس قسمت مثبت با علامت مثبت و منفی را با علامت منفی مشخص میکنیم. اینا را اگه جمع الجبری کنیم میشه مثبت 7، درسته؟ جمع خب منفی 1 که اینا مساوی میشه به مثبت 6، درسته؟ پس جمع الجبری در لید ای و اف شد، جمع الجبری اجزای مثبت مثبت و منفی در لید ای و اف شد مثبت 6. اگه اینجا اس هم داشته باشیم، اس هم جزء از منفی ها در نظر میگیره. خب اگه دو قله ها داشتیم، همون بلندترین هزینه ها در نظر میگیره. مثبت 7 جمع منفی یک شد مثبت 6. پس به یاد ما باشه در ای و اف شد مثبت 6. حالا از لید یک هم حساب میکنیم، از ای و اف شد مثبت 6. از لید یک هم حساب میکنیم، خب لید یک یک نیم اینجیه، تقریبا مثبت از دو تا شد، درسته؟ و منفی از هم میبینیم که یک و نیمه.
منفی 1.5 شد. مثبت 2 جمع منفی 1.5، خب خالص ازی میشه مثبت 0.5. پتانسیل خالص در لید 1، پتانسیل خالص کمپلکس کیار اس در لید 1 شد مثبت 0.5، در لید ای وی اف شد. در لید ای وی اف در لید ای وی اف هم که شد مثبت 6. پس دو تا عدد به دست آوردیم، یکی مثبت 6 پتانسیل خالص کمپلکس کیارس در ای وی اف شد و 0.5 هم که پتانسیل خالص در لید 1. حالا بریم به مو سیستم مرجع 6 میبری و لیدهای امود بر همه که یک مثبت 1 و ای وی اف بود در روی از او پیدا میکنیم که اینا کاملا امود بر هم دگر بودن و یک کاملا افقی بود و یک دیگه هم کاملا امودی. اعدادی که به دست آوردیم از لید 1 بود 0.5 درسته مثبت و از لید ای وی اف هم که بود مثبت 6. همه اعداد با حساب میلی متر به روی محور لیدها پیش بریم. وقتی از لید ای وی اف مثبت به جهت مثبت 6 میلی متر پیش میریم، از مرکز دایره 6 تا به طرف مثبت میریم. 1 2 3 4 5 6، از همین نقطه 6 میلی متر عمودی به ای وی اف رسم میکنیم، که عمودی که به ای وی اف رسم کنیم میفهمیم که ایتا خط میشه. در لید 1 عدد خالصی که به دست آوردیم بدیم 0.5 بود، 0.5 میلی متر مشخص میکنیم، از همین نقطه 0.5 میلی متر یک عمودی به لید 1 رسم میکنیم. خب که ما خط کش نداریم اینجا کمی شاید کجا وجه بیه. خب این عمود در پیش میبریم امیتو تا به او عمودی که به ای وی اف بود برسه و او رو قطع کنه. نقطه تقاطع از این عمود ها، نقطه تقاطع از این عمود ها به مرکز دایره وصل میکنیم. نقطه تقاطع عمود ها که به مرکز دایره وصل کنیم به ترتیب خط به دست میه که مبدعی از این وکتور هم بو مرکز دایره باشه و نوکی هم محل تقاطع عمودها باشه و این نشان دهنده محور برقی قلب داره می کند، یعنی وکتور که می بینیم حدود مثبت 85 درجه می باشه، میشه که در محدوده نرمال قرار داره. همین کار ما بتنیم برای لیدهای عمود بر همه دگه هم انجام بدیم. 2 و ای وی ال انتخاب کنیم، 3 و ای وی آر انتخاب کنیم و عددی که به دست میاریم، یعنی عدد نهی که محور برقی قلب نشان بده، نزدیک به همی میشه. تفاوت از این روش که ما یک و ای وی اف انتخاب کردیم نداره. روش دیگه برای تعیین محور برقی قلب اینه که ما میگیم اسم از این روش میگیم روش اکوفازیک یا عمود برهم پرپندیکولار، یعنی روش عمود بر هم. اکوفازیک یعنی ای که فاز مثبت و منفی برابر باشه، که خلاصه ای روش میگیم روش عمود بر هم. اساس از این روش اینه که محور برقی قلب میگیم عمود بر لیدیه که پتانسیل خالص از کمترین و یا صفر باشه. شما ای تا در نظر بگیریم که اگه الکترود مثبت لید 1 به اینجا قرار داشته باشه و امواج به این ترتیب به طرف الکترود مثبت لید 1 نزدیک بشم، همی لید 1 بزرگترین کمپلکس QRS ثبت میکنه، یعنی ایتو کمپلکس QRS کلونتری نسبت به دیگر را ثبت میکنه. در حالی که اگر همی امواج از الکترود مثبت لید 1 دور شن، یعنی به این طرف برن، لید 1 یک کمپلکس بزرگ منفی ثبت میکنه. ولی اگر همی امواج
به طرف بالا یا به طرف پایین سیر کنم، یعنی سمت حرکت همه امواج با لید یک عمود باشه. ببینیم اگه به این جهت باشه که کاملا موازیه به طرفی نزدیک میشه، به این جهت هم که باشه موازی نزدیک میشه، ولی اگه سمت حرکت امواج عمود باشه با لید یک، به این جهت بالا یا به طرف پایین باشه، در این حالت لید یک کاپلکس ثبت میکنه که جزء مثبت و منفی از این تقریبا برابرم و یا کوچکترین کمپلکس QRS ثبت میکنه لید یک. و ما به همین حالت میگیم محور برقی قلب با او لیدی که کمپلکس QRS از این جزء مثبت و منفی و برابر تقریبا ایکو فازی که این جزء مثبت و منفی و برابره اون بوده. میگیم در سیستم مرجع شش محوری که همو لید یک و ای دو و سه و ای وی آر ای وی ال ای وی اف باشه، به دنبال لید میگردیم کامپلکس کیاره سازی خوردترین باشه یا جزء مثبت و منفی ازی برابر باشه. جزء مثبت و منفی ازی که برابر باشه میگیم محور برقی قلب با همی لید عموده. حتمیه که کامپلکس کیاریس اجزای مثبت و منفی و در یک لید کاملا برابر باشه، هم لیدی که نسبت به دیگه لیدها کامپلکس کیاریس از اجزای مثبت و منفی از برابرتر. خب پس مرحله به مرحله پیش میریم، در ای گراف به دنبال لیدی میگردیم که خوردترین کامپلکس QRS داشته باشه یا اجزای مثبت و منفی از این با هم برابرتر باشم نسبت به دیگر. وقتی به طرف از این گراف نگاه میکنیم همین خصوصیت ما به لید یک پیدا نمیکنیم، لید دو نداره خصوصیت، لید سه جزء منفی و خیلی زیاده، مثبت و کم، ای وی آر منفی و زیاده، ای وی ال مثبت و زیاده، منفی و کمه، و ای وی اف مثبت و منفی و نسبت به دیگر و به هم دیگر برابرتر. پس این خصوصیت در ای و اف پیدا میکنیم. حالا میگیم محور برقی قلب با ای و اف عموده، عمود بر ای و اف لید یک، درسته؟ عمود بر ای و اف لید یک. حال لید یک ما شما میفهمیم که به این ترتیب قرار داره که کاملا افقیه، یک جهت منفی داره به 180 درجه و یک جهت مثبت داره به 0 درجه. حالا ما این بفهمیم که همه محور برقی قلب به طرف مثبت ای وی اف قرار داره، به طرف مثبت لید یک قرار داره یا به طرف منفی لید یک، یعنی به اساس این جمع شما گفتیم که لید ای وی اف خوردترین کیارس داره یا اجزای مثبت منفی و به هم برابرتر، هم محور با ای و اف عموده، یعنی محور بر روی لید یک قرار داره که روی لید یک ایتو باشه یا صفر درجه یا 180 درجه. برای از اینکه بفهم به صفر یا به 180، باز به طرف خود لید یک نگاه میکنیم. وقتی در لید یک مثبته، به این معنی که به طرف الکترود مثبت لید یک که همو صفر درجه باشه. این کار در مورد این گراف هم انجام میدیم، کوچکترین QRS در اینجا یا اجزای مثبت منفی به هم برابر باشه، میبینیم که در لید دو که این QRS از این باشه. خب عمود بر لید دو کدام لیده؟ عمود بر لید دو میگیم AVL که ای AVL باشه، و همین تا که میبینیم کمپلکس QRS در لید AVL هم منفیه. خب ای AVL الکترود مثبت ای وی ال به منفی 30 درجه قرار داره و الکترود منفی از ای به ای مثبت 150 درجه. چون کیو آر اس در لید ای وی ال منفی بود، اینجی چون کیو آر اس در لید ای وی ال منفی بود، پس امواج به طرف الکترود منفی ای وی ال، الکترود منفی ای وی ال، الکترودهای منفی ای وی ال بیشتر سیر میکرده، پس محور میشه به طرف مثبت 150 درجه. خب به این گراف
میبینیم که کمپلکس کیوارس در ای وی ال تقریبا فاز مثبت و منفی و برابره. پس میگه محور با ای وی ال اون بوده، اون بود بر ای وی ال لید دو میشه، کمپلکس کیوارس در لید دو مثبته، پس امواج به طرف الکترود مثبت لید دو که مثبت 60 درجه باشه سیر میکردم. به این گروف ما کمپلکسی که QRS ازی با هم دیگر تقریبا برابر باشه در لید یک میبینیم، پس محور با لید یک عموده، عمود بر لید یک AVF، در AVF کمپلکس QRS عمدتا مثبته، پس امواج به طرف الکترود مثبت لید AVF که 90 درجه بوده سیر میکردم و محور در حدود 90 درجه میشه. برخی از حالاتی که باعث انحراف محور برقی قلب به طرف چپ میشم در این سلاید داریم. برخی از این حالات میفهم که به صورت فیزیولوژیک وجود داره، مثلا در پایان زفیر عمیق که حجاب حاجز به طرف بالا میه، قلب به طرف بالا میبره و این باعث انحراف محور به طرف چپ میشه. به همین ترتیب هنگامی که شخص میخوابه به پشت، متبیات بطنی فشار میاره روی ایجاب عاجز و ایجاب عاجز به طرف بالا و قلب رم به طرف بالا و چپ تغییر موقعیت میده، انحراف محور به طرف چپ ایجاد میکنه که اینا میفهم پتولوژیک نیه. در اشخاص کوتاه قد و چاق هم که در قلب از اینا مشکلی نیه، اما به علت کوتاه بودن صدر و زیاد بودن متبیات بطنی روی قلب فشار وارد بشه به طرف بالا و چپ تغییر موقعیت میده، محور برقی قلب تغییر میکنه. در این سوالاتی که خود شما نام بردیم، در هیچ کدوم از اینا قلب مشکل نداره، اما شرایط دیگه که وجود داره باعث تغییر موقعیت قلب به طرف بالا و چپ میشه. در هایپرتروفی بطین چپ مشکل به خود قلبه که حجم عضله بطین چپ زیادتر میشه و دپولارایزشن بطین چپ مدت بیشتری وقت میگیره و در اکثریت اوقات دپولارایزشن سمت حرکت امواج به طرف چپ میشه و انحراف محور ایجاد میکنه. به می ترتیب حالات داریم که انحراف محور به طرف راست ایجاد میکنن در پایان شهیق عمیق وقتی که شخص استاد میشه، در اشخاص بلند قد و لاغر و همچنین هایپرتروفی بطین راست. امیدوارم تفهیم شده باشه بحث محور برقی قلب. اگر سوالی داشتیم به خدمت شما نمیتونیم که مطرح کنیم.